خیلی متشکرم جناب گلزار. فقط من یه مطلب رو عرض کنم خدمتتون در ارتباط با انتخابات. جناب آقای شفایی موردی رو خدمت دوستان در پالتای و بازار گرامی شهر خواهند داد. در خدمتشون هستیم. خسته نباشید دوستان، فقط یه مطلب خواستم بگم. به خاطر مشکلات فنی یا تکنیکی پیش اومد نتونستیم انتخابات رو درست انجام بدیم. اتفاق بعد اینه که این انتخابات به نظر من اصلا غلط بود و دیگه نباید ادامه پیدا میکرد. از اینکه وقت همه رو گرفت انتخابات اصلا اجرا نمیشه. دو تا راه حل هست در اختیار امور فنی ما. جناب بیلاوند و سایر بچه‌های فنی ظرف یک هفته تا ده روز آینده یا سایت آماده میکنید به یک زمان معین، مثلا میگید از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر هر کسی میخواد بره و رأی بده، چون کاندیداها مشخصن. این رأی اتفاق میفته انجام میشه. اگر سایت ها نتونستیم باز کار بکنه مثلا الان، یک روز از صبح مثلا ساعت 8 تا شب ساعت 8 12 ساعت اجازه میدیم دوستان با ایمیل آراشون رو ارسال کنن. یعنی در واقع راه گریزی نداریم، چون دیگه این جمع و دوباره جمع کردن و دوباره نشستن و اینا دیگه نیست. نتیجتا امروز رای گیری هیچ نتیجه ای نداره و اونا هم که زحمت کشیدن رای فالتاکی دادن، نوشتاری دادن، من ازشون عذرخواهی میکنم. به هر حال این نظر رای گیری در واقع فرمول اینجوری میشه دیگه، دوستان خودشون اعلام خواهند کرد، یعنی چه آقای دیدارمند و سایر بچه های اکتیف. مرسی. خب آقای شفایی تشریف داشته باشید، ما دیگه ادامه برنامه رو خواهیم داشت با شما در خود با گزارش یک ساله هیئت مدیره. مرسی از شما و مرسی از صبوری شما. بفهمید. مرسی. عرض کنم که وقتی اسم گزارش یک ساله میاد من خیلی پوز میگرم خودم، احساس میکنم خیلی موفقم، یعنی احساس میکنم خیلی بهتر شدیم، قویتر شدیم، بالاتر رفتیم و واقعا با نیروهایی که الان تو جمع ما دارن کار میکنن ما مرتب نوآوری داریم. یعنی اصلا دائم کانون هر دو ماه یه اتفاق جدید توش میفته، یعنی یه حرکت نوعی اتفاق میفته، رو به جلو میریم و مثل درست کردن کلیپی که دوستان برای روزهای جهانی درست کردن، یا دوستانی که میرن کتاب تهیه میکنن، یا مثل نیلوفر فیلم مینویسه دیگه ارز کنم، یا دیگه چارت سازمانی الان درست کردیم توی سایت قرار دادیم، یا گروه اداری درست کردیم، یه امور اداری خیلی خوب درست کردیم که دیگه الان اگر قرار ایمیل ها بیاد دیگه خود امور اداری ایمیل ها رو چک میکنه، یعنی اصلا این نیست که بتونه کسی بالا پایینش بکنه، افراد مشخصن، جاشون، سنشون، تمام اینا تعریف شده است. یا گروه آموزش درست کردیم بسیار خوب، یعنی خیلی منظم مرتب دیگه میدونن آموزش باید بدن، چجوری آموزش بگیرن، نیروهای جدید چه کار باید بکنن، یعنی خیلی احساس خوبی من خودم دارم و به همین دلیل هست که واقعا فکر کردم که دیگه حتی من دو سال دیگه دو دوره یک ساله من تموم شده، قاعدتا نمیتونم کاندید شم، ولی واقعا بعدش دیگه نمیخوام کاندید بشم، چون دیگه انقدر نیروهای خوب و جوانهای قوی اینجا وجود دارن که دیگه اصلا بودن من فکر کنم اضافیه، چون خودشون همه ایده دارن، موضوع دارن، میان صحبت میکنن و خیلی راضی هم. برای اینکه اطلاع داشته باشید در سال گذشته 117 تا اطلاعیه کانون صادر کرده. این 117 تا اطلاعیه یعنی در ماه حدود 10 تا یا 11 تا، چون 11 ماه در واقع ما اطلاعیه صادر کردیم و این خیلی خوبه، یعنی ما در ماه 10 بار اعتراض کردیم، حالا به موارد مختلف یا اشکالاتی که در جامعه ایجاد شده یا نقض حقوق بشر شده اعتراض کردیم. یک کار دیگه که خیلی واقعا لذت میبریم از من میبرم ازش، حتما دوستانم همینطور، ما در سال 247 جلسه برگزار کردیم که 247 جلسه یه چیزی نزدیک به 50 جلسه 52 جلسه فکر کنم حضوری بوده و حدود مثلا 180 تا به صورت پالتاکی بوده. این جلسات
سرشار از صحبت از حق و حقوق بوده، یعنی اینکه تمام اعضا تلاش کردن برن راجع به حقوق، حق، راجع به نقض حقوق، راجع به اینا صحبت شده و در هر جلسه‌ای که مثلا ما برگزار کردیم 5 نفر حداقل سخنران داشتیم، یعنی 3 تا سخنرانی داشتن، 2 تا یکی راجع به اخبار و نقض حقوق به صراحت در واقع موارد نقض حقوق بشر و یکی هم راجع به مقایسه اعلامیه جان حقوق بشر یا کنوانسیون ها با قانون اساسی و وضعیت اجراییش. یعنی همش حرکت برای حرفای نو، کار نو جدید داریم کار میکنیم. غیر از اینا ظرف 1.5 سال گذشته هم اومدیم یک بحث آزاد ایجاد کردیم که خود بحث آزاد راجع به موارد دقیقاً حقوق بشریه، راجع به حقوق مختلف هست، حقای مختلفی که داریم راجع به اونا صحبت میکنیم. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما در سال یه چیز از 1300 نفر فقط میان تحقیق میکنن حرف میزنن، فرض رو برای میذاریم 30% اینا تکراری باشن یا 30% اعضای جدید باشن، یعنی تحقیقشون زیاد مثلا دلنشین نباشه. فرض میکنیم ما در سال حدود 800-900 نفر دارن کار تحقیقی میکنن و این خیلی عالیه. برای همینه که ما الان جلسات کانونی که روی گوش میکنیم، یعنی واقعاً گاهی من خودم میرم میشینم یاد میگیرم، نه که بگم من خیلی میدونم ولی واقعاً یاد میگیرم. یعنی دوستان میان مطالبی رو میگن که مثلا نشیده بودم یا کلمات یا جملاتی رو گفته میشه که آدم لذت میبره. خب این نشانه رشد ماست و برامون هم اصلا مهم نیست که تو این مجموعه به قول معروف مثل رودخونه است، بیان و برن، یعنی اصلا مهم نیست. مهم برامون اینه که دوستان بیان آشنا بشن و مجبوری بعدم برن به خاطر کارشون هر مشکلاتی که دارن، ولی همین حضورشون در اون دوره که با ما هستن و اون آموزشی که میبینن و آموزشی که میدن برای ما از همه با ارزشتر بوده. به همین دلیل من یه زیاد پوز ندم خودم، چون خودم دارم کیف میکنم 2 ساعتم بگه نرف میزنم سر این قضیه، ولی واقعا این احساس رو دارم که ما در کارمون موفقیم. عملا بعد از 20 سال کار که ما در فوریه سال 2000 این کانون رو ثبت کردیم، عملا 20 سال رسمی داریم کار میکنیم و این خودش خیلی نتیجه خوبیه که یه کنگره داریم. من نمیدونم چقدر جمعیت تو پالتاک هستن ولی همچین جمعیت، من تازه فکر کردم مثلا جمعیتی که بیاد اینجا جا بس باشه، دست که دفعه دیگه احتمالا باید بریم اون سالون 200 نفریه رو بگیریم و قاعدتا این کار رو خواهیم کرد برای سال آینده که بتونیم واقعا جوابگوی جا بشیم. رفت آمد ها زیاد الان چون جا کمه، خب هی برو بیا، خود من هی باید بیستم بشینم یه جو سوراخ پیدا کنم یه دقیقه بشینم. امیدوارم سال دیگه ما جای بهتر و بزرگتری رو بگیریم. ما در طول سال گذشته در واقع به دلیل رشدی که دوستانمون کردن، فعالیت هایی که کمیته های ما کردن، ما در واقع متحمل تر شدیم، یعنی بالاتر اومدیم. من میخوام خواهش کنم از دوستانمون کمیته ها رو به من معرفی کنم. البته برای اطلاعتون من 155 تقدیرنامه فقط تهیه کردم براتون کوچیک، 155 تقدیرنامه چاپ شده، منهای دوستانی که در کشورهای ترکیه، مالزی، اندونزی و پاکستان هستن، منهای اونا ما اینقدر ما تقدیرنامه چاپ کردیم. ممکنه به چند نفر مثلا بعضیا 4 تا 3 تا تقدیرنامه تعلق گرفته باشه، ولی میخوام بگم که نشانه حرکت همکارای ماست و اون تلاش شما هاست که وادار کرده ما این کار رو دونه دونه انجام بدیم. یعنی اگر نمیتونستیم بگیم آقا دستون درد نکنه خدا حافظ آمیشون بریم، ولی واقعا حیفمون اومد که مثلا هیئت رئیسه فکر کرد که حتما باید یک تقدیری در واقع از دوستان تک تک بشه و خودشون هم باور کنن که اثرگذار بودن. من از کمیته ها خب نخواستی به ما اجازه بدید. آره اگر اجازه بدید، آقای شفایی خیلی برد خودشون کیف کردن از کار کرده کانون. ما عطای به نمایندگی از کانون، نمایندگی پیتر زاکسن هم میخواد به نوبه خودش از جناب آقای شفایی به عنوان بنیانگذار این کانون در واقع تقدیر بکنه و
اول از همه بعد آقای شفایی اگر تمایل داشتن و اگر اجازه بدید میخوام از سرکار خانم جعفری خواهش کنم تشریف بیارم یار همیشه آقای شفایی عزیز دله کار به جایی رسته که عزیزان میگن آقای جعفری به من گرم اینقدر در هم تنیده شدیم خدا رو شکر من افتخار میکنم از این که با آقای شفایی هستم سمبول محبت سمبول ادب سمبول عصبانیت ولی بدونی که قوت بده در همین جا میاد بیرون دیگه تموم شد ازش خواهش میکنم که در سال آینده رفتارشو بهتر کنه باور کنیم من همه چی رو از آقای شفایی یاد گرفتم از همه مهمتر ادب مهمون نوازی 16 سال من میرم خونه آقای شفایی آقای شفایی تا پایین پله میاد استقبال تا پایین پله میاد برداغه من بلکن بود بشین من فرداشم دوباره اینجا هم که میان برای بردارم که اصلا برگرد اجازه بدین که من... ما این تیشرت شما رو به ثبت رسونده باشیم بس همین دیگه گفتیم امیدوارم که این فرزند شما این فرزند 20 ساله حقوق بشر شما تو زندگی تک تک ایرانیان کار بکنه آمین نمایندگی نوردراین وستفالن هم گویا فهره گفتنی ها رو بانو جعفری گفتم من چی برای گفتن هم که سپاسگزاری کنم بابا قرار من تقدیر کنم برای شما از من تقدیر کنم ولی برسی سپاس آقای شفایی آقای شفایی یکی از کسایی هستن که من خودم به شخصه براسی گفتن احساسم برام خیلی سخت ولی خودشون میدونن چقدر بهشون مهر دارم و دوستشون دارم چون براسی همون گونه که بانو جعفری گفتن یک سمبول انسانیت هستن من میتونم صحبت کنم. بله. و من خودم خیلی متاثر شدم. یعنی یه گوشه چشم اشکم پر شد. ولی مرسی، ممنونم. به هر حال خیلی زیباست برام. من میخوام خواهش کنم که سخت صحبت کنم. ما ابتدا از کمیته ها شروع میکنیم به اصطلاح چون کمیته ها در واقع پایه اصلی کانون هم پایه هم به این صورت هستش که هر کمیته ای تعداد نیرو داره این نیرو با ارسال اخبارشون تقویت میکنن اون اطلاعات مفیدی که در سایت ها باید قرار بگیره این اطلاعات رو بعداً تبدیل میکنیم برای گزارش های ماهیانه بعد تبدیل میشه به گزارش های سالیانه و سه ماهه که نتیجتاً بتونیم یک آماری بدیم برای اینکه بدونیم چه وضعیتی اون کمیته و اون جماعت که توی کمیته در واقع وصل هستن بهش چه اتفاق میفته
برای همین از کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی خانم جعفری عرض کنم که کمیته دفاع از حقوق اقوام همکارای خیلی خوبی داشته، خانم بهار ابراهیمی، آقای ابوطالبی، جناب محسن سیاری، آقای نبوی نژاد، آقای ناصر نوروزی که خودشون هم تشریف بیارن اینجا. تشریف بیارن عزیز من. آقای نوروزی. بله تشریف بیارن. دوستمون از سوئد تشریف آوردن. دانمارک. از دانمارک. باشه. بعد دیگه عرض کنم که آقای ابتهی و آقای چناری نه. خب من اگه اجازه بدید اینو میدم به شما برای خودتون اقوام به من ربطی نداره، ستایش میکنم از تک تک اعضا که واقعا با تمام وجود دارن زحمت میکشن، خیلی هم دوستشون دارم، از همه مهمتر آرزو میکنم زودتر از همه موفق میشه. اصلا من همتونه نمیم کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان. خب دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ما یک شخصی به نام خانم لیدا اشجعی هستن، فوق‌العاده که همکارایی که ایشون داشتن، خانم سمانه محبی، خانم حسن، خانم تشریف بیارید، بعد خانم رضایی، بعد از کنم آقای تهرانی، بله تشریف بیارید، آقای محبی تشریفی نیستن، آقای یغمور ایشون هم نیستن. خب این دوستان به نمایندگی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان اینجا هستن. من خود شما رو اول تقدیمتون کنم، دست بدیم باتون. دوستانتون پست کنید و ارسال کنید. مرسی به افتخارتون. دفاع از حقوق جوان و دانشجو. خب آقای پرویزی، ایشون از اندونزی از ساعت خانم اشجعی که میدونن دوستان همه ایشون در پاکستان هستن و آقای پرویزی در اندونزی، همکارای خوبی دارن، گروه خوبی تشکیل دادن، خانم نیلوفر جلیلی هستن، آقای بنیامین رجبیان، ایشون هم سوئدن، آقای حجبری، آقای پورازاد، آقای چهرازی، چهرازی هم نیومده؟ خدا بگم چیکار شدن؟ آقای مولازاده و آقای آزاد بهرامی. خب این دوستان اکثرا مال مثلا کشورهای مختلف هستن، حتی آقای چهرازی مال برمنه، من تعجب کردم چرا نیومده، باید گوشش رو کشید. آقا خسته نباشید میگم. من میتونم لوح آقای پرویزی رو بگیرم براتون؟ شما همش رو میتونید ببرید، بفرمایید. خب خانم ایمانیا، آره من میدونم بچه هم اگه ایجاب دارم دوست داشتن شما رو بغل کنم و صمیمانه ازتون تشکر کنم. من ارادت خاصی به آقای پرویزی دارم و این کار رو از طرف همه شما انجام میدم، به خاطری که میدونم تمامو خیلی ارادت خاصی بهشون داریم و ایشون هم همیشه همیشه در دسترس بودن و برامون خیلی زحمت کشیدن. دفاع از حقوق کار و کارگر، آقای رسول عباسی، آقای بزرگ تاریخ، بفرمایید. آقای چرا نه
پسر دوست داشتنی. آقای رسول از پارسال در واقع دو سه ماه قبلش با ما شروع همکاری کرد و با نمایندگی که قدمی بچه فعال و پر انرژی بود ظرف یک سال گذشته کلی عناوین دارد. مسئول مقام اون اینترنتی ماست، بعد ارز کنم که مسئول امور نمایندگی های ماست، بعد ارز کنم رئیس مسئول کمیته کار و کارگر ماست و دیگه خیلی جا هست. یعنی هر جا بگید بزنید آیا عباسی میدم داره قدم میزنه. خب همکارای خوبی که داشته خانم فتی، شبنم فتی بفرمایید. بله. بعد خانم کیا، ایشون در ترکیه هستن، خانم مولایی تشریف ندارن، بعد آقای ابوطالبی داوود اومده، آقای داوود وحیدی، مرسی. بعد دیگه آقای ابوطالبی و آقای اشکان حسینی هم هستن که من اینو میدم خدمت ایشون تا بقیه کاراشون انجام بشه. من یه چیز رو یادآوری بکنم دوستان، من خیلی بد حافظم، نه کم حافظه، بد حافظه. یعنی شاید شما وقتی میاد با من سلام علیکم بگید من نشناسم بتونم، یعنی الان این بنده خدا رو الان من فهمیدم بیدریه با من بیرون صحبت کرد وحیده. حالا خیلی خرابه. مثلا من الان دوستای داریم که مثلا بارها همدیگه رو دیدیم تو جلسات صحبت، اصلا صبح اصلا رسول رو من نشناختم، اومد سلام علیک کرد. یه جدی بگم نشناختم، مگه یه ده رو ندیدیم. یعنی خیلی بد حافظم. اگر یه جایی ماما سلام علیک کرد دیدید من دارم رد میشم معلم میزنم صدا میدم با من فلانی هم معمولا صدا هم دیگه رو میشناسم. آره اینه که واقعا این خصلت رو، نه که مال جدید باشه، از دوره جوانی من دارم. حالا بعدا یه روز هم میشین خاطراتشو میگیم برام. فقط خواستم اینو بهتون بر نخوره اگر من راحت سلام علیک نمی کنم یا چهره ها رو نمیتونم تشخیص بدم. ببخشید. مرسی. دفاع از محیط زیست. خب ما یکی از کمیته‌های خیلی پرکارمون محیط زیست ماست. خب خانم سمیه علی مرادی تقریبا 9 ماه مسئول شدن و خیلی خوب کار کردن، خیلی خوب انرژی گذاشتن. من خواهش می‌کنم تشویقشون کنیم. همکارای خیلی خوبی داشتن و خیلی خوبم کار کردن و جلساتشون وقتی برید گوش بکنید کیف میکنید. یعنی محیط زیست رو وقتی میرید گوش میکنید هر کدومشون یه سری اطلاعات به شما میده که شاید هیچ وقت فکر نکردید راجع بهشون. من همکارای خوبشون خانم برومند هستن که ایشون در کانادا زندگی میکنن، خانم حسین زاده ثانی اینجا هستن. بله بفرمایید. بله بله که اصلا نسیده بودم، همیدن نمیشتستم. مرسی، ببخشید به جا نگوردم. خیلی خوب، عالی، تشت داشته باشید. دوستای دیگه آقای همون آقای که 10 تا اسم داره نه اون نیست، نه اون نیست، آقای محمد علی محمود زاده و تازه رحیم هم از آبادش هم کرده. یا علی بیا بینیم. حتی این هم پسر منه. بعد عرض کنم که ایشون هم سمت‌های دیگه هم داره، مسئول مالی کانونه، بعد دیگه تو قسمت‌های کمیته‌های دیگه هم خیلی فعاله. حالا اسمش میاده این دائم باید صدا کنیم، دفعه میگم که ده تا اسم بده. خب بعد آقای یادگار هستن، تشریف بیارن. آقای یادگار با عضو جانشین شده شده.
بعد آقای رضا عباسی زمان آبادیشون در دانمارک هستن، آقای علیرضا جهانبین هم که در ترکیه هستن، بهشون تبریک میگم، واقعا تیم بسیار خوبیه. من دارم من لوح آقای عباسی رو اگر بله تقدیمتون میکنم، تشریف بیارید. خیلی خبر خوبیه. علی سمیه میگم برای سمیه خب یه چی نگاش میگم حال دست شما درد نکنه. کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمند خانم دیانا بیگلری. خسته نباشید. خانم بیگلری فر مسئول کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان که به همت خود ایشون هم اصلا تشکیل شد، نه فقط نمایندگی هامبورگ که ما باز به همت ایشون تشکیل شد، در واقع دو تا مؤسس و بنیانگذار هستن تو کانون و بسیار فعال. همکاراشون خانم فتی تشویق ده تا دیگه از این کارتا بدیم ما بدیم به خانم فتی. بعد عرض کنم آقای هاشمی سید بعد سید محمد هم داریم اومده یا نه اومده سید محمد عیبی نداریم من اشکال ندارم مشکل ندارم. بعد سید محمد هم با شما سید محمد اسماعیلی نیومده نه؟ بعد آقای امید شیر محمدی نیومده با یه من خب به افتخارشون شهرون دادم من میتونم بگیرم. آقای شهرون دادم برمیم. من میتونم. نه ما ترکیه رو ننوشتیم. ننوشتیم. میگم یه سری نوشته نشد. ننوشتم. شما من فقط یه تشکر ویژه از جناب شفاهی که همیشه جلسات ما رو تشریف میارن هامبورگ، این همه مسیر طولانی رو هر ماه تشریف میارن، همچنین جناب گلزار که همیشه میان باز هامبورگ از شهر کیل میان ایشون هم، ولی خب دعوت ما رو همیشه واقعا منت میذارن و میپذیرن و سخنرانی میکنن و ما از صحبتاشون استفاده میکنیم. و همچنین یه تشکر ویژه از آقای ابوالفضل پرویزی بکنم که همیشه مسئول ضبط صدای ما هستن، ادمین جلساتمون هستن و من خیلی از راهنمایی ایشون واقعا استفاده میکنم. و همچنین آقای شفایی عزیز مرسی باز هم بابت تمام زحماتتون، تمام راهنماییاتون. امیدوارم که همیشه پیروز و پاینده باشید. کمیته دفاع از حقوق زنان. خانم کمیته دفاع از حقوق زنان ما یکی از کمیته های فعال ما بودن، البته این دو ماه اخیر تنبلی کردن در آشتی کردیم باشون، ولی خوبه. خانم مرادی پور خیلی از که تشت ندارن ارز کنم که خانم زوکاییشون از سوئد هم از سوئیس هم خانم پریسا حبیبی نیستن، خانم لیدا اسدیفر هم نیستن در ترکیه هم، خانم اروجی هم نیستن، خانم ایمانیان که هستند.
دوباره بقید به طور بقید نکنم. بعد عرض کنم که آقایان، آقای مهران فاضل زاده بعد آقای غریب‌زاده متأسفانه است که نیستند، خانم ببخشید آقای حجتی هم همون بابک میری خودمون یه دوست خوب دیگه داریم که توی کمیته زنان کار میکنه، خانم باز میگم خانم آقای قضایی. مرسی از کمیته زنان با فعالیت‌هاشون. خانم دولتی که تو این یک سال زحمت کشیدن خیلی بچه‌شون هم خیلی مرسی خسته نباشید. خب کمیته آموزش دوباره اسم خانم اشجعی میاد، من میخوام به افتخارش دست بزنم. کمیته آموزش ما در واقع قبلا، حالا این هم روز صحبت هاست، من میخوام خواهش کنیم صورت جلسه بکنن دوستان، منشی جلسه صورت جلسه بکنید. ما یک کمیته ای داریم به نام کمیته آموزش و پژوهش. با فعل انفعالاتی که اتفاق افتاد در سال گذشته، این کمیته در واقع دو تا کمیته شده عملا، یعنی یه بخش آموزش مستقل شده، یه بخش پژوهش مستقل شده. پیشنهادمون اینه که ما این دوتا رو دو تا کمیته بکنیم. از امور اینترنتی هم خواستم خواهش کنم که یک وبلاگ جدید برای بخش آموزش تهیه کنن که بخش پژوهش سر جاش بمونه، یه وبلاگ جدید برای گروه آموزش باشه. این در واقع ما میتونیم به این صورت کار آموزشمون رو غنی‌تر و قوی‌تر کنیم، طبق چارت سازمانی که طراحی شده همراه با امور اداری بتونن یک کار قوی رو اجرا کنن. توی کمیته آموزش ما خانم فرشته امیر احمدی بعد خانم نرگس محمدی نیومدن، خانم مریم برزگر که ایشون در مالزی هستن، آقای حسنزاده ابراهیمی آقایید حال. مرسی کمیته آموزش ما. البته کمیته آموزش تقریبا 6 نفر نیرو داره که دارن کار میکنه. حتی آقای درخش سام هم بود اونجا، نه آقای سام هم، ولی نمیدونم چه اسمش رفته، تنبلی کردی در رفته یه جایی احتمالا مال اون هست، مال اون همون قضیه هست که مال همونه. آها راست، مال همونه. خیلی خب خسته نباشید. اسم آوردم، منم خواستم تشکر کنم از آقای پردیزی نازنین، واقعا هم وقت میذارن و هم خب به خاطر اختلاف ساعتی که داریم هماهنگی براشون خیلی سخت بود. من نزدیک یک ساعت و نیم دو ساعت با ایشون حرف زدم روز اول برای آموزش خودم و میخواستم ازشون تشکر کنم. کنیم پس از اون بریم یا نمایندگی ها؟ نمایندگی ها رو اوکی، پس نمایندگی نیدرزاکسن و خانم رضاوند. سلام،
عرض کنم که عطب ما برای انتخاب بهترین ها در واقع حتی کمیته ادیان هم در واقع بود، متاسفانه کاغذاش رو پیدا نکردیم. برای شد که آقای اصلا ببخشید من چون اسامی کمیته ادیان خودم رفت کرده بودم، اگه اسامی هست آره اگر بیاره آره اسامی رو بیار بزن. البته نام های اینجا هم هستن. آها راست میگن هست. آره هست. ولی مشکل اینه که بله خب باشه اصلا سفیدا من بده بعد من صدا میکنم. خب پس میخواید نیدرزاکس بعد از نیدرزاکس صدا میکنم. بله مثل که جام مونده حتی چاپ شده تو خونه جام مونده متاسفانه از صبح نیومدش. عرض کنم که نمانده این نیرزاکسن حتی خانم قریشی نصف راه رو اومد باز برگشت پاشه بیاد 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 خانم پروین نیا فروغی نیومده نه؟ چرا خانم فروغی تشریف برده؟ خانم فروغی که من نمیشناسم حتما بله روز یاد رفته از خسته نباشه من دیدمشون خانم فروغی تشریف برده باز من همون فراموشی هست میدید این دفعه هم نشناختم درست توی این جلسه ببخشید خانم عطیه اسمی نوشتن که از دلم نمیاد بخونم اشتا یا یکی دیگر میگم خانم الناز اسدی است دختر خوشگل منه بعد دیگه دوباره نه یکی دیگه هم از بزر بگم خانم جعفری بیا بلخنی عرض کنم که آقای فاضل‌زاده مهران‌خان بعد حتی کلی تقدیرنامه دارم من فکر کنم باید یه جوری بیسته که همه تون اکسیتون بیوفتی جرا هم بشین بعد آقای دادی آقای قضایی و هفته که تولد من این جلو جلو تولد خب بعد آقای نوروزپور آقای حجتی خب یکی از اسمش خیلی طولانی بوده ده دقیقه طول میشه اسمش بخواه خودش باشه بیا و من شما بیرون هستی اصلا تو خود تو زیبرا چی میاد تو بگیر آقا من بیرون ندازی خب این هم حالا آقای من بیام زن نمایدی من این چیگه بگیرم بازم بده داستانه نشون بده منم
البته من جا داره از این تیمی که شما مناسب فرمان شاید بگید تعدادشون زیاد هست، ولی واقعا این تیم بخشی از گروهی هستن که شما تون قسمت نیدرزارسون یاری میرسونن. من اگر اجازه بدید آقای شفایی بخواهم از همینجا از تک تک این افراد به خاطر برگزاری این مراسم و گروه دیگه ازشون خواهش میکنم تشریف بیارم، گروه انتظامات ما آقای قدیمی، آقای آدینه، آقای پورکرمی. برگزاری این مراسم به ما کمک کردن و ازتون خواهش میکنم که همه رو تشریف بفرمایید. یک نفر انجام نشده. آقای ویسانیان، امور اینترنت آقای بیداروند، آقای رسول عباسی زمان آبادی، آقای حجتی، صدا و تصویر آقای دادی، خانم اسدی، آقای ابوالفضل پرویزی واقعا ما رو راهبری کردن، عکس برداری، فیلم برداری خانم پروینیا، آقای رسولیان، آقای امیر عرب روشن که پشت دوربین عکاسی هستن، تشویقشون بفرمایید. ما قسمت میز نشریه داشتیم جناب آقای محمودزاده، جناب آقای چایعطری. آقای حسنزاده، خانم قریشی در قسمت روابط عمومی، قسمت پذیرایی ما، رئیس ما خانم سرکار، خانم جعفری، آقای دکتر مجموعه عمومی آینده یه نمایندگی دیگه ما میخواییم بریم مهمونی داوطلبی دست بالا کنم. این برگزاری این مراسم با همت این افراد تشکیل شده و امیدوارم اگر مشکلاتی مواردی بود عذرخواهی میکنیم از اینجا، ولی تلاش دو ماه این دوستان بودش که این مراسم تونست برگزار بشه. ببخشید، من میخوام از طرف همه این جمعی که اینجا هستن یه تشکر خیلی ویژه بکنم از درگاه خانم رضاوند به خاطر زحمت‌های واقعا چی میگن؟ زحمت‌های زیادی که خیلی کشیدن با تمام مشغله دیگه که دارن تو کارهای ماهنامه و تمام کارهایی که دارن، همیشه جوابگوی همه ما هستن، هر مشکلی داریم همیشه راهنمایی‌هاشون و در واقع مدیریتشون واقعا نمایندگی نیدرزاکسن با مدیریت ایشون اصلا یه جون دیگه گرفته. من در این مراسم من یه عذرخواهی بدهکارم، سرکار خانم شبنم فتحی مسئولیت منشی جلسه رو به عهده دارم، من عذرخواهی میکنم. من میخوام یه جمله‌ای بگم. نگاه کنید، از همه تعریف کرد، همه کار، تمام کار رو من کردم. کردار من داره بازی دوباره. آقای شفایی یه وقتی تو مجمع از بعض نمایندگی اسمشون دارم ولی گفتشون نمیشه اسم نمایندگی رو بیارم. بعد مثال که بخوام بزنم میگم مثلا نمایندگی نیدرزاکسن، سریع ایراد میگیرن از نمایندگی نیدرزاکسن. خواستم بگم که این تیم این کار رو انجام داده جبرانو شکر از این. ما همیشه پشتیبان آقای شفایی بوده با عنوان اینکه قسمت دفتر مرکزی هستیم. اگه از پشتیبانی آقای شفایی نبود واقعا پرد دوستان نشد همچنان داره پرد بفرمایی هنوز مونده، اصل کار مونده، خواهش میکنم اصل قضیه مونده بفرمایی. خب نمایندگی نورد رانگ
خب ما توی نمایندگی ها نه کمیته رو میاد کمیته قدیان من دارم از اون ببینید دوستان ما کمیته قدیان هم دوستان خواهش میکنم نصف نشست رو وقت داره تموم شد خواهش میکنم دوستانی که پشت بایستادن عزیزان بله، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان دارید نامها رو یا من بخونم جناب آقای حمیدرضا دهقان تبریزی بانو آزاده قریشی آقای هادی درخونی بله و آقای محمد آفتابی ایشون هم بکنم بسنم مرسی پس اینها رو ما با هم مرسی خب ما یه نمایندگی دیگه که از دید ما در واقع ما نتونستیم همه نمایندگی رو تایید بکنیم چون بعضی از نمایندگی ها زیاد دلخواه ما نبودن بهترینشون در واقع سه تا از نمایندگی رو انتخاب کردیم نماینده نیدرزاکسه، نمایندگی نوردن بسفالن و هسن و نمایندگی هسن چشم و نمایندگی هسن از خانم سهلا مرادی خواهش میکنم حتی مسئول اسبق بعد از کنم از همکارهای خوبشون خانم مرادی پور تشت ندارن خانم محبی سمانه محبی مسئول جدید نمایندگی بعد خانم جلیلی نیستم خانم حسینزاده سانی اینجا هستن بیرون هستن طلبمون شادی‌زاده رئیسی بله نیستن نیستن خانم ایمانی چگنی نیستن بعد آقایان امین جعفری نیستن بعد میلاد کیانارا سام جباری به به بعد آقای افشین شاهین زاده نیستن به افتخارشون خواهش من دست بزن من خیلی سپاسگزارم که از تیمی که اکنون تو نوردراین وستفالن هستش برام به هر حال میشه گفت همه بچه ها پرکار بودن خیلی گزینش سخت بود ولی خب به روی از میان دوستانی که دیگه خیلی پرکارتر بودن و خیلی همراهی های بیشتر داشتن من این نام ها رو برگزیدم ولی سپاسگزارم از همه دوستان یعنی تیمی که اکنون هست یه تیم بسیار زیبا و پرکار هستش من خیلی سپاسگزارم از همه شون دوستان وقت کمه سریعا چند تا مطلبه لطفا سکتا خانم مرادی چون این پنج میره باره بیرون میداره خیلی آدم ناجوریه ما میریم اکنون بخش ایالت حسن بله ایالت حسن بله نه زیاد صحبت نمیخوایم بکنیم خواهش میکنم حسن میخواد صحبت حسن میگرد میخواد صحبت تو این پارتا که بگو زود صحبت اندازه سه دقیقه آره چون ما واقعا وقت نداریم خیلی از گروه ها مونده هنوز رادیو مون یا هنوز مونده اصلا سلام عرض میکنم خدمت همه این دوستان سلام در جلسه هست بله خیلی متشکرم با توجه به زیر وقت من فقط میخواستم اولا مصاحبه کنم به خاطر اینکه